خوبان صمیمی سلام، از اینکه همچنان بیننده برنامه‌های تلویزیون اندیشه هستید مفتخرم و در ساعتی که پیش رو داریم همراه با ویژه برنامه بالاترین در خدمت شما خواهم بود. این اسم قطعاً برای شما آشناست، برای شما که سالهاست مخاطب اخبار گوناگون در رسانه‌های مختلف هستید و البته خودتون هم دستی از دور بر آتش دارید، شما که خبرها رو داغ می‌کنید و با داغ کردن خبرها این فرصت رو در اختیار دیگر کاربران اخبار در سراسر دنیا قرار میدید که بتونن خبرهای مهمتر از نظر شما رو بشناسند و بخونند. سایت بالاترین دقیقاً به این منظور تأسیس شده، به این منظور که هر شهروند بتونه نقش خودش رو در دنیای رسانه‌ای امروز بازی کنه، به جای اینکه شهروندان هر کشوری در هر منطقه ای از دنیا فقط شنونده اخبار باشن، حالا خودشون بخشی از انتشار یک خبر باشن. اما امشب مهمان نازنین در استودیو دارم، مهمانی که برای من مصداق این ضرب المثل قدیمی پارسی است که گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. او برای مدت 3 سال همیشه میزبان من در برنامه‌هایی بوده که اجرا می‌کرده و این برای اولین باری که من این افتخار رو دارم که میزبان او باشم. مهمان من از سابقه طولانی در روزنامه‌نگاری برخورداره، سال‌ها در ایران در جراید مختلف قلم زده، کتابخوانی حرفه‌ای است و شما بیشتر در با چهره او آشنا هستید، چهره ای که برای سالیان طولانی یکی از موفق ترین مجریان تلویزیونی ایرانی در آمریکا را رقم زده، مهشید ندیری که این روزها در مقام مجری و تهیه کننده بالاویزیون با سایت خبری بالاترین همکاری نزدیک داره. مهشید عزیز سلام و عرض احترام من رو بپذیر، خیلی خوش آمدی به استودیوی تلویزیون اندیشه. ممنون مهدی جان، مرسی. امیدوارم اغراق نکرده باشی در صحبت‌هایی که درباره من کردی. اجازه بده که من هم به کسانی که این برنامه رو دارن نگاه میکنن سلام بگم و همینطور نوروز رو بهتون تبریک میگم از طرف خودم و همکارانم در بالاترین و در بالاویزیون. امیدوارم که سالی سرشار از عشق و شادی و سلامتی داشته باشید. من تو مقدمه صحبت‌هایی که کردم هم به این نکته اشاره نزدیک داشتم که بالاترین سایتی است برای اینکه مردم بتونن خبرها رو داغ کنن. شاید واژه خبر داغ برای من و تو که به نوعی درگیر فعالیت روزنامه‌نگاری هستیم خیلی پرمعناست، اما خیلی از شهروندان شاید این واژه رو درست نمیدونن و نمیفهمن که منظور از داغ شدن یک خبر چیه. میشه در این زمینه بیشتر توضیح بدی و از تأثیر یک سایتی مثل بالاترین در داغ کردن خبرها برای بینندگان تلویزیون اندیشه بیشتر صحبت کنی؟ حتما مهدی، خیلی خوب اشاره کردی در مقدمه برنامه. همینطور وبسایت بالاترین در واقع در سال 2006 راه اندازی شد توسط مهدی یحیی نژاد، کسانی که همونطور که گفتین خبرها رو دنبال میکنن با این وبسایت آشنا هستند و در واقع یک فضایی هست برای جریان آزاد اطلاعات و اینکه خود کسانی که خبرها رو دنبال میکنن و به اصطلاح عضو سایت بالاترین هستن خودشون خبرها رو اونجا به اشتراک میذارن، خودشون رأی میدن و خودشون اون خبری رو که براشون بیشتر اهمیت داره داغ میکنن و بسیاری از افرادی که در زمینه خبری کار میکنن یا کسانی که روزانه خبرها رو دنبال میکنن بدون اینکه عضو این سایت باشن به این سایت مراجعه میکنن و تا اینکه ببینن کدوم خبر داغه و به اصطلاح چه اتفاقی داره میفته، چون هم خبرهای سیاسی و اجتماعی هست و هم حتی خبرهای هنری، علمی، محیط زیست، در واقع یک فضای برای اینکه افرادی که عضو این وبسایت هستن اون چیزی رو که براشون اهمیت داره اونجا به اشتراک بذارن و اگر بقیه اعضا هم همونقدر براشون اهمیت داشت میرن اونجا رأی میدن به اون خبر، به اون لینک خبری میرن رأی میدن و اون خبر داغ میشه، میره صفحه اول و بعد از توی اون خبرهای داغ موضوع داغ انتخاب میشه که البته اون یک مکانیزم دیگه ای داره. حالا کسانی که با بالاترین آشنا هستن تا حدی این مکانیزم رو میدونن که به چه صورت انجام میشه. هر کسی که عضو بالاترین هست به خبرهایی که مورد توجهش هست، به نظرش اهمیت داره، رأی میده، خبری که بیشتر رأی میاره بعد میتونه جز موضوعات داغ باشه و بره جز موضوعات داغ. یعنی خبر داغ داریم، موضوع داغ داریم.
تا جایی که من میدونم مهشید، در هر هفته نزدیک به 5 میلیون نفر از سایت بالاترین دیدن میکنن، یعنی ما هر هفته چیزی در حدود 5 میلیون بازدید کننده، یا به عبارتی در هر ماه 20 میلیون بازدید کننده از صفحه اصلی سایت بالاترین داریم. آدم هایی که اونجا میان خبرهای داغ رو دنبال میکنن، روی هر خبری که کلیک کنن اون رو داغتر میکنن، یا حتی میتونن به اون امتیاز منفی بدن اون رو پایینتر بکشن. یعنی این تعامل متقابل بین تولید کنندگان خبر و جامعه مصرف کننده باعث میشه که خبرها، یا به عبارت تو موضوعات داغ و مکانیزم های دیگری که طراحی شده این وسط انجام بشه. اما چه میزان دستن در کار در خود بالاترین در ارائه این لینک ها وجود داره و چگونه میشه عضو بالاترین بود؟ مرسی. همینطوره که ببین، در واقع بالاترین محتواش رو کاربرانش تولید میکنن، یعنی وبسایت بالاترین هیئت تحریریه نداره، هیئت تحریریش کاربرانش هستن، سردبیر نداره، مادریتور داره، و مادریتور هم خود در واقع کاربرها هستن که بنا به فعالیت‌هایی که انجام دادن و امتیازی که کسب کردن اونجا به عنوان بالایار انتخاب شدن و خودشون نظارت می‌کنن بر روی کار کاربران دیگه، و یک سری قوانینی وضع شده اونجا در طول سال‌ها. از سال 2006 وبسایت بالاترین در واقع راه اندازی شد و از همون سال این قوانین هی در واقع به روز رسانی شدن و اشکالاتش برطرف شد تا به امروز که اینجا رسیده. در آینده هم احتمالاً باز تغییر خواهد کرد بنا به نیازهایی که کاربران دارن و وبسایت داره. اما بر اساس اون، این کاربرانی که دارن فعالیت میکنن اگر مرتکب خطایی بشن بر اساس اون قوانین رو رعایت نکنن، خود کاربرها اگه دارن برنامه رو میبینن خودشون میدونن که چه چیزایی رو باید رعایت بکنن، چه اصولی رو باید رعایت بکنن، و بر اساس اون اصول اگر اشتباهی رو مرتکب بشن، حالا بستگی داره که اون یوزر به اصطلاح بن میشه و به مدت چند روز ممکنه این اتفاق بیفته، یا اگر اون قوانین رو که در بالاترین وجود داره رعایت نکنن، خب ممکنه اصلا کلن حساب کاربریشون بسته بشه، که خب اون مراحل دیگه ای داره. و در این مورد هم همیشه بین کاربران بالاترین یه جور بحث وجود داره و خب یه سری هستن که خیلی راضی نیستن از این اتفاقاتی که داره میفته. اما به هر حال اون قوانینی که وجود داره، اون رعایت کردن اصول دموکراتیک در این فضای جمعی که هر کسی، اینکه توهین نکنن، لینک های اشتباه گذاشته نشه، یعنی خیلی اصول عجیب و غریبی هم نیست، اصولیه که خیلی، اصولی که تو خیلی از شبکه‌های اجتماعی هم بایستی رعایتش کنی. دقیقا. حتی در فیسبوک که این روزها برای بسیاری از ما شناخته شده است. تلفن این رو که روی صفحه می‌بینید، یعنی 818-301-8000، تلفن ارتباط مستقیم با این استدیو، جایی که مهشید ندیری اینجا نشسته و به نمایندگی از مدیران بالاترین این فرصت رو داره که به شما پاسخ بده. پس اگر شما هم عضو بالاترین هستید، یا بالایار هستید، یا حتی فقط یک مخاطب ساده که به این سایت سر میزنید و در داغ شدن خبرها تاثیر دارید، با ما تماس بگیرید، با این برنامه گفتگو کنید، سوالاتتون رو مطرح کنید و بیشتر از پشت پرده یکی از مهمترین سایت های خبری ایرانی که نقشه اول سازندگی خبر در اون رو خود شما بازی میکنید بیشتر بدونید. در خدمت شما خوبان هستیم. اما مهشید، نکته خیلی مهمی که برای من و فکر میکنم برای بسیاری از کاربران بالاترین حائز اهمیت هست، این هست که آیا ما میتونیم خودمون یک خبر رو به جعل بسازیم و وارد کنیم، یا یعنی اینکه نه، حتما باید خبر از یک درگاه رسمی، از یک وبسایت رسمی تولید شده باشه و بعد اون خبر منتشر بشه؟ خب همون جوری که در ابتدا هم گفتیم، در واقع لینک ها به اشتراک گذاشته میشن. لینک هایی که به اشتراک گذاشته میشن از وبسایت ها میتونن باشن، از وبلاگ ها میتونن باشن. وبلاگ ها مسلما میتونن وبلاگ های شخصی باشن، فردی که وبلاگ نویس هست میتونه بیاد لینک وبلاگش رو شیر بکنه. نباید تجاری باشه، ماهیت تجاری نباید داشته باشه، ماهیت تبلیغی به اصطلاح نباید داشته باشه. و یک سری قوانینی هست که وقتی عضو بالاترین میشین میتونه
میتونین اونها رو مطالعه بکنید، ریزش اونجا نوشته شده که چه لینک هایی رو میشه شیر کرد و چه لینک هایی رو نمیشه کرد. اینی که من الان گفتم در واقع یک توضیح کلی بود درباره اینکه لینک هایی رو چه لینک هایی رو میشه شیر کرد. اخیراً حتی از فیسبوک هم میشه اون پست هایی رو در فیسبوک به اشتراک گذاشته شده اونجا به اصطلاح به اشتراک بذارید، شیر بکنید. اما یک سری قوانینی وجود داره که اونها باید رعایت بشه. اگر رعایت نشه، خود کاربرها به اصطلاح اون لینک رو گزارش میدن و بالایارها اون گزارش ها رو بررسی میکنن. اگر خطایی مرتکب شده باشه اون کاربر، اون لینک حذف میشه و اگر هم نه که باز به سلیقه کاربران خواهد بود، ممکنه اصلا اون لینک خیلی مورد توجه حتی قرار نگیره، لینکی که شما میذارید. فقط یک نکته ای رو که من میخواستم بگم مهدی اینه که سایت بالاتری تا پیش از این، تا حدود 2 هفته پیش به این صورت بود که شما وقتی یه تعداد محدودی عضو داشت در طول سالهای گذشته، کسانی که به یک حد نصابی از امتیاز میرسیدن میتونستن دعوتنامه بفرستن برای دیگران، دوستانشون یا کسانی که مایل هستن عضو بالاترین بشن و اونها هم میتونستن عضو بشن. اما اخیراً یک تصمیمی گرفته شد که این تصمیم هم به هر حال بعد از صحبت‌های طولانی بود با خود کاربران و مهدی یحیی نژاد و همکاران دیگمون در بالاترین، و به اینجا رسیدن که در واقع ثبت نام در بالاترین رو آزاد بکنن. الان شما میتونید در بالاترین عضو بشید و لینک هایی که براتون اهمیت داره رو به اشتراک بذارید، رای بدید به لینک ها، ولی بر اساس امتیاز هستش. فعالیت هایی که در بالاترین انجام میدین بر اساس امتیازیه که از طریق فعالیت هاتون در بالاترین کسب میکنین. اما فکر کنم بریم الان دیگه سراغ بالا ویژن در مورد جایی که من کار میکنم. ولی یه سوالی برای من مونده، حالا با توجه به اینکه الان عضویت در بالاترین آزاد شده، این امتیاز به چه کار کاربران میاد؟ امتیاز بندی به این صورته که شما وقتی یک حد نصابی از امتیاز داشته باشی میتونی لینک هاتو بذاری موضوع داغ درست بکنی. آها. موضوع داغ با لینک های داغ متفاوته. یک حدی برای امتیاز وجود داره، شما اون امتیاز رو که داشته باشی میتونی موضوع داغ ایجاد بکنی. همون بالای صفحه بالاترین شما اگه نگاه بکنید، اون بالای نواری هستش، نوار موضوعات داغ، و بعد پایینش صفحه اول هست خبرهای داغ، که اون موضوعات داغ رو فقط کسانی میتونن ایجاد بکنن که از یک حد نصاب امتیازی برخوردار باشن. و این حد امتیاز رو همین که شرکت کنیم و مشارکت داریم به دست میاریم. با امتیاز دادن به لینک های دیگه به دست میارین، با به اشتراک گذاشتن لینک ها، و اگر لینکی که به اشتراک میذارید داغ بشه، باز امتیازتون بالاتر میره و این تعامل همچنان ادامه میده. شما بیننده برنامه ویژه بالاترین هستید، سایتی بسیار معتبر که لینک اون رو در پای بسیاری از سایت های خبری فارسی زبان میبینید و هر کدام از سایت های خبری مهم که اشاره کنید، در واقع نظر کنید، میبینید که در کنار گزینه اشتراک گذاری در فیسبوک، توییتر یا دیگر سایت ها، بالاترین هم حضور داره. بالاترینی که با یک مثبت و منفی اونطور که پشت سر من میبینید شکل پیدا کرده و در ذهن بسیاری از مخاطبان خبرهای فارسی شکل داده شده. مهشید، گفتی بالاویزیون. بالاویزیون چیه؟ آیا به تلویزیون ربط داره؟ خیلی جالبه. من پیش از این که برای بالاترین و بالا ویزیون کار بکنم، در جایی که کار میکردم، ما اولین باری که این کلمه رو شنیدیم برای خود من بسیار جذاب بود که بالا ویزیون خب چیه، حالا بریم ببینیم که چی کار دارم میکنن. و به هر حال ایده‌ای بود که در نوع خودش جدید بود و توجه بسیار زیادی رو جلب کرد در همون بدو کارش، و به این صورت هستش که در بالا ویزیون همونجور که بله الان دارید صفحش رو میبینید، برنامه های مختلفی رو خود بالا ویزیون تولید میکنه، و همینطور در سمت راست صفحه اگر شما نگاه بکنید، اونجا در واقع شکلای مختلف برنامه وجود داره، کاتگوری های مختلف وجود داره که برنامه های متفاوتی در اونها ساخته شده. در بالا ویزیون ما پخش رویدادهای ایرانیان رو داریم
که هر اگر کنفرانسی جای برگزار میشه و اگر برنامه‌ای در دانشگاهی هست یا گرد همایی ایرانیان دارن، از طریق بالا ویزیون میتونن به صورت زنده برنامه رو ما براشون پخش بکنیم و بقیه ایرانی ها در هر کجای ایران که هستن، حتی در داخل ایران، میتونن این برنامه ها رو ببینن و همینطور برنامه هایی که خود بالا ویزیون داره تولید میکنه در حوزه های مختلف هست. برنامه های آموزشی داره، برنامه های مناظره و گفتگو داره که خب اون برنامه ها رو من و همکاران دیگه هم تولید میکنیم، من خودم مجری اون برنامه ها هستم. این برنامه که الان داریم میبینین آخرین برنامه بالا ویزیون بوده که یک گفتگویی بود با یکی از کارتونیستای بسیار مطرح، آقای مانا نیستانی، که در واقع یک مروری کردیم سال گذشته رو از طریق کارتون. اما یکی از کارهای دیگه که بالا ویزیون انجام میده این هست که یک سری پادکست هایی که الان داره منتشر میشه از طریق افراد، گروه های مختلف، بچه ها چند تا با هم جمع میشن پادکست تولید میکنن، حالا ممکنه خبری باشه، ممکنه آموزشی باشه و یا سرگرم کننده باشه، اونها رو ما پخش میکنیم. اگر برنامه های آموزشی کسی داره تولید میکنه، باز اونها رو براشون پخش میکنیم و هر کاری که داره اتفاق میفته و خود افراد به ما مراجعه میکنن و میخوان برنامه هاشون رو ما براشون پخش بکنیم. تا اینجا بیشتر اینجوری بوده که خود ما یک سری مؤلفه هایی رو در نظر میگرفتیم و اگر برنامه هایی اون مؤلفه ها رو داشتن، واجد شرایط بودن به اصطلاح، اونها رو تصمیم میگرفتیم. یعنی یه جوری نظارت استثبابی میکردین؟ البته ما سعی میکردیم که این نظارت استثبابیمون رو یک جوری محدودش رو خیلی گسترده بذاریم که همه بتونن. نه، این رو فقط شوخی کردم چون میدونم که سابقه بالاترین نوعی دموکراسی رو به ارمغان آورده. در حقیقت همون جوری که در شعار تلویزیون بالا، یعنی بخش بالا ویزیون سایت بالاتر این هم هست، این گفتگو برای دموکراسی است، برای بست دموکراسی که همه فرصت گفتگو داشته باشیم. یعنی تبدیل کردن فضایی که ما تا بکنون اون رو بر اساس باورهایی که منطبق بر عصر مونولوگ‌گرایی بوده داشتیم رو برای انتقال به عصر دیالوگ‌گرایی، یعنی گفتگوی دو طرفه معنی کنیم. این گفتگو که مطمئناً کاربران سایت بالاترین و همه مردم ایران تمایل دارن در اون اشتراک داشته باشن و با اون حضور پررنگ. اتفاقا در وبسایت بالا ویزیون یکی از اهداف دقیقاً همینطور بوده، همینطور که گفتی در اسمش هم هست، گفتگو برای دموکراسی، یک فضایی فراهم بشه برای گفتگو کردن و در این حال یک آسیب شناسی هم ما سعی کردیم انجام بدیم در این زمینه با حضور استادهایی که در زمینه گفتگو وجود دارن، مثلا برنامه‌هایی که ساخته شده در این ارتباط. ما سعی کردیم از آقای فرج سرکوهی کمک بگیریم. آقای سرکوهی چند سری برنامه برای هنر گفتگو و مباحثه با بالا ویزیون همکاری کردن و اونها رو پخش کردیم و همینطور داریم تلاش میکنیم که برنامه‌های دیگه‌ای در همین زمینه بسازیم درباره مفاهیم کلمات اساسی که بسیار در گفتگوها به کار میره، مثل خود کلمه دموکراسی، مثل لیبرالیسم، مثل کپیتالیسم یا کلمات دیگه‌ای که به طور روزمره در گفتگوهای سیاسی شاید به کار بره و شاید کمتر به معنی اصلیش توجه بشه کسانی که از اون استفاده میکنن. خب در بالا ویزیون سعی شده که این کار انجام بشه، این مفاهیم رو به صورت انیمیشن داریم تهیه میکنیم. یه تعدادی از اون تابال تهیه شده روی وبسایت بالا ویزیون هست، شما میتونید برید ببینید و همینطور این مفاهیمی که قراره به صورت انیمیشن ساخته بشه، من این رو بگم که در دست تهیه هست و آقای مهدی خلجی دارن این کار رو برای ما زحمتش رو میکشن، آماده میکنن. برنامه‌های بسیار مفیدی خواهد بود، من پیشاپیش میدونم چون برنامه‌ها رو دنبال کردم، میدونم واقعا مفید هست، حتی برای بچه‌هایی که دارن کارهای تحقیقی انجام میدن میتونه براشون مفید باشه، یا حتی برای کسانی که شاید هیچ ایده‌ای از این کلمات نداشته باشن، چون خیلی به صورت ساده گفته شده و به صورت انیمیشن هست، میتونید اونجا ببینید. اون کار رو داریم با آقای خلجی انجام میدیم و همینطور در مورد گفتگو که گفتم، آسیب شناسی گفتگو و به ویژه آسیب شناسی گفتگو در جامعه ایران و بین ایرانیان، یکی از مسائلی که وجود داره این
مطرح هستش که موانع اجتماعی گفتگو در ایران، که باز این هم یک سلسله برنامه‌هایی هست در دست تهیه از آقای حسین قاضیان، جامعه شناس، دارن این رو کمک میکنن با ما انجام میدن. به هر حال برنامه‌هایی هست که میگم هم برای کسانی که دارن کارهای تحقیقاتی انجام میدن میتونه مفید باشه و هم برای مخاطب عامی که میخواد اطلاعات عمومیش رو بالا ببره. بسیار عالی. پس به این ترتیب بالا ویزیون یک کارگاه آموزشی تصویری است در کنار اینکه میتونه یک تلویزیون باشه برای اینکه خود مردم محتوای تلویزیون رو تولید کنن، یعنی یک رسانه چند منظوره که در چند بخش مختلف به فعالیت‌های گوناگون میپردازه که همه این فعالیت‌ها در راستای بسط و توسعه دموکراسی در جامعه ایرانی قلمداد میشه. مشهد، نکته‌ای که برای من خیلی مهمه در رابطه با بالا ویزیون این هست که خب ما میدونیم سرعت اینترنت در ایران خیلی بالا نیست. یکی از مهمترین نکاتی که در بالاترین وجود داشت این بود که دسترسی به این سایت با اینترنت کم سرعت ایران بسیار راحت بود و مردم حتی خیلی راحت‌تر از اون که بتونن ارتباط برقرار کنن با یک سایت خبری مثل صدای آمریکا یا بی بی سی یا هر سایت خبری دیگه، میتونستن از طریق بالاترین لینک‌های مورد علاقه‌شون رو دنبال کنن. آیا در بالا ویزیون با توجه به اینکه حجم داده‌ها به صورت تصویری است، امکانی در نظر گرفته شده که مردم در ایران و کاربران بالاترین در ایران بتونن راحت تر به این امکانات دسترسی پیدا کنند و با حداقل امکانات اینترنتی در ایران هم از این مسئله بهره مند بشن؟ دقیقا همین کار رو انجام دادیم مهدی. امکان دانلود کم حجم وجود داره که خب برنامه به خاطر فیلترینگ هایی که در ایران وجود داره، کسانی که در ایران هستن دیدن مستقیمش شاید براشون مشکل باشه. البته میتونن از پراکسی ها و فیلتر شکن ها استفاده بکنن و ببینن برنامه رو، اما به دلیل سرعت پایین اینترنت ما بیشتر کسانی که از ایران برنامه رو میبینن بعد از ضبط زنده برنامه هست که امکان دانلود کم حجم وجود داره روی وبسایت بالا ویزیون و شما میتونید برید از اونجا برنامه رو دانلود بکنید و بعد برنامه رو ببینید. و همینطور که گفتی این امکان هم وجود داره که به صورت زنده کاربران بالا ویزیون بالاترین یا بینندگانی که دارن برنامه رو میبینن بیان و در برنامه شرکت بکنن، نظرشون رو بگن یا احیانا اگر سوالی از کسانی که در برنامه هستن دارن بپرسن. و اون هم یه توضیح مختصرم بدم که برنامه فقط از طریق گوگل هنگاوت ضبط میشه و پخش میشه که خیلی راحت استفاده ازش و میتونید با یک اکانت جیمیل، حساب کاربری جیمیل، به راحتی میتونید وارد این اتاق هنگاوتی که ما داریم برنامه رو اجرا میکنیم در بالا ویزیون بشید و نظرتون رو بگید و در برنامه به صورت زنده شرکت بکنید. بسیار عالی. پس همچنان همه ابزارها برای برقراری ارتباط بین مخاطب و برنامه ساز به صورت دو طرفه وجود داره و باز هم همون گفتگوی دو طرفه اینجا حاضر و ناظره. مهشید، آیا این امکان هست که برنامه‌هایی که شما در بالا ویزیون می‌سازید یا در این حوزه تولید می‌کنید توی شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک گذاری بشه و مردم بتونن ارتباط مستقیم‌تری رو با اون برقرار کنن؟ حتماً. بالاترین یک صفحه فیسبوک داره و این ویدیوها در صفحه فیسبوک به اشتراک گذاشته میشه، از اون طریق میتونن ببینن، یا خود کاربرها معمولا در صفحه فیسبوکشون یا بازدید کننده ها در صفحه فیسبوکشون لینک برنامه رو شیر میکنن، به اصطلاح به اشتراک میذارن و از اون طریق دیده میشه. حساب کاربری توییتر داره بالاترین و بالا ویزیون هم به زودی هم صفحه فیسبوک خودش رو خواهد داشت و هم حساب توییتر خواهد داشت و میتونید از اون طریق هم به اصطلاح کارهای بالاترین و بالا ویزیون رو دنبال بکنید از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگه. واو، یعنی همزمان که شما در حال تولید یک برنامه در بالا ویزیون هستید، موضوع و یا بخش از این گفته ها توییت میشه و کاربرای حساب توییتری بالاترین میتونن اونها رو مستقیم دنبال کنن، رو با اطلاع از اون به بحث بپیوندن. نکاتی که بهش اشاره کردین نکات بسیار ارزشمندیه، اما میدونم این همه کارکرد شما در مجموعه ای که در جنوب لس آنجلس برپا شده و تنی چند از بچه های خوب ایرانی در کنار هم
هم جمع شدید و این فضا و فعالیت ها رو فراهم کردید نیست و شما یک اقدام تازه دارید که اگرچه خیلی هم تازه نیست و مدتی است راه افتاده، اما این روزها بسیار داغه و در خود بالاترین مثل یک لینک داغ یا یک موضوع داغ میدرخشه و اون بالاسنجه. میشه در مورد بالاسنج بیشتر برای من صحبت کنی و البته برای بینندگان خوبمون؟ حتما. بالاسنج هم یک بخشی از بالاترین هست، فضایی هست که فراهم کردیم اخیراً برای اینکه بتونیم یک سری نظرسنجی انجام بدیم و در این فضا پژوهشگران و جامعه شناسا، کسانی که دارن در ارتباط با ایران کار میکنن، بتونن نظرسنجی هاشون رو از اون طریق انجام بدن. بخشی هست به اسم بالاسنج که الان خود بالاترین داره یک سری نظرسنجی در این زمینه انجام میده و نتایجش رو هم در بالاترین اشتراک میذاره برای کاربران بالاترین. و چون به هر حال مهدی میدونی ما همیشه در صحبت‌هایی که با هم دیگه می‌کنیم، در بحث‌های چه کارشناسی و چه غیر کارشناسی، خیلی آمار میدیم، مثلا اینکه چند درصد اینجوریان، 80% مردم ایران مثلا مخالفن یا 100% مردم ایران، ولی هیچ وقت اون چیزی که غیر از حالا مرکز آمار ایران که یک سری آمارهایی رو تولید میکنه، آمارگیری‌هایی رو انجام میده به صورت سرشماری یا در موارد دیگه، ما واقعا کمتر داریم نظرسنجی هایی که یک آمار واقعی یا تا حدی واقعی در دسترس عموم بذاره. بالاسنج در واقع داره تلاش میکنه اون فضا رو فراهم بکنه برای اینکه این نظرسنجی ها انجام بشه با امکاناتی که وجود داره و خب با محدودیت هایی که وجود داره. سوال من اینجاست که آیا تو نظرسنجی هایی که اخیراً انجام شده، اولا به من بگو موضوع نظرسنجی های اخیر چی بوده؟ چه نظرسنجی هایی انجام دادین تا این لحظه؟ تا این لحظه خب در حوزه های مختلف بوده، ولی باز بر اساس اون شاخصه های دموکراسی بوده که مثلا فرض کن در مورد سیاست خارجی ایران نظرسنجی انجام شده، در مورد حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی در انتخابات ریاست جمهوری، اینکه میتونن کاندیدا بشن و چه محدودیت‌هایی براشون وجود داره، البته باید جمله‌مو تصحیح کنم، کاندیدا نشن نمیتونن بشن، و در مورد رفراندوم جمهوری اسلامی ایران که همین چند وقت پیش، یعنی قرار سالگردش باشه به هر حال، یکی از 12 فروردین، بله، در مورد رفراندوم، در مورد فیلتر کردن وبسایت ها در ایران و همینطور در مورد حجاب، پوشش زنان، و اخیراً هم به مناسبت نوروز یک نظرسنجی انجام دادیم درباره نوروز که این نظرسنجی ها روی وبسایت بالاسنج هست، میتونید برید هنوز هم در اونها شرکت بکنید، نظرتون رو بگید. خب خیلی استقبال شد از این نظرسنجی ها مهدی که شرکت کردن و نتایجش رو هم همونطور که گفتم روی بالاویزیون، روی بالاترین ما گذاشتیم و همونطور در بالاسنج هم هست، میتونید نتیجه نظرسنجی ها رو ببینید که بعضی از اونها خب خیلی جالب هستن برای خود منم که داشتم اینها رو جمع‌آوری میکردم و نتایج رو نگاه میکردیم، خیلی جالب بود. آیا این نظرسنجی ها بر اساس یک مبنای علمی انجام میشه یا نظرسنجی هایی هست که فقط بر اساس داده های آماری که از کاربران گرفته میشه شکل میگیره؟ یعنی نظرسنجی انجام میتونه قابل استناد برای مراجع علمی، دانشگاه ها و نهادهای تحقیقاتی یا افرادی که قصد تحقیقات در زمینه های خاص دارن باشه یا نه؟ ببین امکانش فراهم هست برای این کار، اما واقعا وقتی صحبت از نظرسنجی علمی میکنیم، به هر حال یک مؤلفه های خاصی رو باید داشته باشه که آسون هم نیست برای اینکه شما یک نظرسنجی رو بگی 100% علمی هست و میتونی قطعا در موردش نظر بدی، چون نظرسنجی اصولا در دنیای نظرسنجی و آمار یه مقدار مشکله و به ویژه این که محدودیت هایی که در این زمینه در ایران وجود داره. مثلا الان برای سایت بالاترین خب به هر حال فیلتره، این وبسایت از همون بعد به شروع به کارش، از 6 ماه بعد از شروعش فیلتر شد در داخل ایران، و الان کسانی که از
در این نظرسنجی شرکت کردن، اون چیزی که ما نتایج رو بررسی کردیم میتونیم بگیم تعداد قابل توجهشون از داخل ایران بودن، به دلیل اون بررسی به اصطلاح آی پی هایی که ما داشتیم. حالا یه بخش زیادی از اون آی پی ها از طریق پراکسی وصل شده بودن به اصطلاح. و این دقیقا نکته بود که من میخواستم اشاره کنم. وقتی یه سایتی در ایران در واقع فیلتر میشه، تقریبا توجه مردم به اون سایت بیشتر میشه و البته دسترسی به اون هم به مراتب افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه خب خدا رو شکر همه ما در ایران در حقیقت وی پی ان و سایر پراکسی ها یا فیلتر شکن ها رو داریم و ازشون بهره میبریم. پس فیلتر شدن یک سایت مثل بالاترین، بالاسنجا، بالاویزیون دلیلی برای عدم دسترسی مردم ایران به این سایت نیست، بلکه نشانگر محبوبیت اون در میون جوانای ایرانیه که طبیعتاً راه خود